내가 그걸 뭔 줄 알아? 오이! گشتیشون چقدر بزرگه. کاش مال ما هم اینجوری بود. اگه گشتی ما مثل اونا بود عالی میشد. اون وقت خب چرا؟ چون قیافش بهتره؟ این قایق ما رو از طوفانای زیادی رد کرده. زیاد بزرگ نیست ولی چیزی داره که مال اونا نداره. چی؟ چوب پوسیده و موش؟ بچه ها چیزای جدید یاد گرفتن؟ امیدوارم بگیرن. خیلی خوب بشینید. گمونم وقتشه براتون یه قصه بگم. قصه ی علاءالدین، شاهدخت و یه چراغ. آخه چراغ چیش مهمه؟ چراغ قصه ما جادوییه. با آواز تعریفش کن. آره با آواز قشنگ تره. نه آواز نه، امروز خیلی خستم، ببخشید. جایی دور از اینجا، سرزمینی زیبا که نمیشه باورتون بودن. اونجا مردم هر قبیله هر قوم، اونجا بود چی بگید؟ خونمو. خورشیدش درخشان، آفتابش چه سوزان، تو حرارتش میکنی تب. پس بیاید از دریا به درون رویا، توی دل هزار و یک شب. وقت دیزنی تقدیم میکند علاءالدین. توی کوچه بازار همه مشغول کار، فروشنده و خریدار، سر چند پیمونه میزنن هیچونه، راضی میشن به اجبار. میاد صدای عود، مردم جمع میشن زود، هر نژادی عجم و عرب. شروع شد جشنمون، بیا کنارمون توی دل هزار و یک شب. هزار و یک شب، هزار تا قصه از برهوتی که چیزی نیست توش جز شن و ماسه. هزار و یک شب، هزار تا رویا که میگه چیه راه درست و راهای خطا. تو این قصه برآورده میشن آرزوها که بودن خیلی بعید. دیگه خودتو بسپار به دست تقدیر، چون با تقدیر نمیشه جنگی. تنها یک نفر میتواند اینجا پای نهد، او که ارزشش در درونش نهفته باشد، همچو گوهری در دل سنگ. هزار و یک شب، هزار تا اندرس، اگه دل بدی به پند اونا زندگیت نیست هرس. گوهر در دل سنگ را بجور. هزار و یک شب، هزار افسانه، پر از حکایت، هم پیچیده و هم عامیانه. سرپرستان گفتار محمد آژینه، امین منصوری، دوبله شده در استودیو آوادیست.